با عرض سلام به همه، امروز درباره انتانات طرق بولی یا urinary tract infections یا میکروبی شدن طرق بولی که یک مرض انتانی یا میکروبی فوق العاده شایع در جهان و دومین مرض میکروبی شایع در امریکاست صحبت میکنیم. برای فهمیدن از این موضوع کم سر ساختمان طرق بولی گپ میزنیم. طرق بولی شامل گرده ها یا کیدنیز، حالب ها یا یوریترز، مثانه یا بلادر و اهلیل یا یوریترست. طرق بولی به طرق بولی علوی و طرق بولی سفلی تصنیف میشه که در طرق بولی علوی یا upper urinary tract گرده ها یا کیدنیز و حالب ها یا یوریترز شامل است و در طرق بولی سفلی یا lower urinary tract مثانه یا بلادر و یوریترا شامل است. خب انتانی شدن یا میکروبی شدن طرق بولی زمان رخ میده که میکروب ها معمولا باکتری ها داخل مجرای طرق بولی شده و به طرف مثانه بالا برن. اگر اهلیل میکروبی شوه یا التهاب بکنه ایره به نام یوریترایتیس یاد میکنه، اگر مثانه التهاب بکنه ایره به نام سیستایتیس یاد میکنه، اگر التهاب حالب واقع شوه یا هر دو حالب واقع شوه ایره به نام یوریترایتیس یاد میکنه و اگر گرده ها میکروبی شوند ایره به نام پایلونفرایتیس یا التهاب میکروبی گرده ها مینامند. باید یادآور شویم که انتانات طرق بولی سفلی بیشتر معمول است. حالا صحبت میکنیم که کدام عوامل باعث انتانی شدن طرق بولی میشه یا عوامل انتانات طرق بولی. میکروبایی که سبب التهاب میکروبی طرق بولی میشه که به نام urinary tract infection یا UTI به صورت مخفف یاد میکنن، معمولا این میکروبا در جهاز بولی نه بلکه در طرق هضمی زندگی میکنن. UTI یا urinary tract infection یا انتان طرق بولی زمان رخ میده که باکتری های موجود در طرق هضمی به دلیل مجاورت و نزدیکی به طرق بولی این میکروبای موجود در مواد غایطه وارد ناحیه تناسلی شده و از طریق اهلیل به طرف مثانه بالا میرن. حالا عواملی که خطر این انتانات بالا میبره کدام چیز هست؟ یکی مقاربت جنسی خطر انتانات طرق بولی را بالا میبره. دیگه کسایی که مرض شکر دارن هم چانس انتانات طرق بولی پیشان زیاد است. کسایی که در 12 ماه اخیر به انتان طرق بولی مصاب شده باشن اینا هم چانس انتان دوباره پیشان زیادتر است. دیگه خانم هایی که برای جلوگیری از گرفتن حمل از مواد به نام سپرمسید یا کشنده تخمه مرد یا سپرم یاد میشه استفاده میکنن، پیش از اینا هم چانس انتانات طرق بولی بلند میره. دیگه پیش مردایی که ختنه نشدن یا سنت نشدن به اصطلاح، پیش از یا هم چانس انتانات طرق بولی بلند است. دیگه پیش کسایی که مرتکب لواطت یا مقاربت جنسی مرد با مرد میشن هم چانس انتانات طرق بولی بالا میره. دیگه حالاتی که جریان ادرار بطی و یا مسدود میشه و یا باعث تغییر مسیر جریان ادرار میشه نیز خطر انتانات طرق بولی را بلند میبره، مثل سنگ گرده و یا سوی تشکلات ولادی یا کسبی طرق بولی. مثلا یک حالت از بنام ریفلکس یا برگشت ادرار از مثانه به حالب که را بنام ویزیکو یوریترال ریفلکس یاد میکنن. در حالت نرمال ادرار به یک مسیر میره، از گرده به طرف حالب، از حالب به طرف مثانه، از مثانه به طرف اهلیل و بیرون. در حالات که ادرار از مثانه پس به طرف حالب بالا بره، یعنی رجعت بکنه، اینی هم میتونه باعث انتانات طرق بولی پیش شخص شود. این حالت غیر نرمال است که ادرار از مثانه به طرف عقب به یک یا هر دو حالب و بعضا تا گرده ها صعود میکنن یا بالا میرن. این حالت بیشتر پیش نوزادا و اطفال خردسال دیده میشه و به می قسم شواهد فزاینده وجود داره که نشان میده که زمینه های جنتیکی یا ارثی
برای یورین ترکت انفکشن وجود داره. ای به این معنی است که ممکن یک تعداد اشخاص هیچ پیش زمینی نداشته باشند مگر صرف نظر از حالت صحی از یا که چه قسم سلوک و روش دارن اینا با یورین ترکت انفکشن یا آنتونات طرق پولی مصاب شوند. گفته میشه که اینا زمینه ارثی مساعد برای مصاب شدن به آنتونات طرق پولی دارن. حالا میبینیم که اشخاصی که مصاب آنتونات طرق پولی هستن چی اعراض یا چی شکایات دارن. یکی از این اعراض درد یا سوزش دنگام ادرار کردن است که به نام عسرت تبول و یا دیسیوریا یاد میکنن. دیگه احساس ضرورت مکرر به ادرار کردن. این یک آدم احساس میکنه که زود باید به تشناب بره. این به نام urinary frequency یاد میکنن. دیگه احساس ضرورت فوری و آنی به ادرار کردن. یعنی یک آدم اتو احساس میکنه که آنن ما باید به تشناب برم بر رفع ادرار. این به نام urinary urgency یاد میکنن. دیگه هم به این قسم موجودت خون در ادرار هم میتونه از شکایات urinary tract infection آنتون طرق بولی باشه. دیگه ناراحتی یا درد قسمت تحتانی بدن یا قسمت پایینی شکم میتونه یکی از اعراض urinary tract infection یا آنتون طرق بولی باشه. باید یادآور شویم که عسرت تبول یا دیسیوریا میتونه در آنتونات محبلی مثل ایست انفکشن یا آنتون فنگسی و یا در التهاب اهلیل یا یورتریتیس هم دیده شود. خب سر اعراض طرق بولی سفلی گپ زدیم. حالا میبینیم که اشخاصی که گردهشان میکروبی آنتونی شود چی اعراض و شکایت دارن. اعراض یا شکایت مریض در حالات آنتونی شدن گرده ها بعضا میتونه اعراض مشابه به اعراض آنتون مثانه ایجاد بکنن، مثل که قبلا گفتیم دیسیوریا، urinary frequency، urinary urgency، hematuria و درد قسمت پایین شکم. مگر ای اعراض دیگه هم میتونه دیده شود. یکی از این اعراض تب است. درجه حرارت مریض اگر بالاتر از 99.9 فارنهایت و یا 37.7 درجه سانتیگرید بالاتر باشد. دیگه درد جنا یا ناحیه خالیگا یا توهیگا، جایی که گرده ها قرار داره و مریض ممکن شکایتش به قسم ازی باشه که کمرم درد میکنه. دیگه مریض ممکن دلبدی و استفراغات داشته باشه. اگر مریض یک یا چند عرض میکروبی شدن گرده را داشته باشه باید به اسری وقت به دکتر مراجعه کنه. اگرچه در اکثر موارد انتانات گرده باعث ایجاد تخریبات دائمی نمیشه، ولی معطلی و تأخیر در تداوی میتونه منجر به عوارض و عواقب بسیار جدی شود. خب حالا صحبت میکنیم که انتانات طرق بولی یا urinary tract infection یا میکروب نشدن طرق بولی چه قسم تشخیص میشه؟ در اغلب موارد دکتر مولج میتونه آنتون طرق بولی یا urinary tract infection به اساس اعراض یا شکایت مریض تشخیص بکنه که در این موارد ضرورت به معاینات لابراتوری نیست. اگر مریض زن و اعراض وصفی آنتون مثانه را داشته باشه اما تخریش و افرازات محبلی نداشته باشه، به احتمال زیاد آنتون طرق بولی داره و این ارزش معاینه فیزیکی را نشان میده. در موارد دیگه با معاینات ادرار و یا کلچر یا کشت ادرار برای کمک به تشخیص urinary tract infection یا آنتون طرق بولی ضرورت واقع میشه. معاینه ادرار چی است؟ در معاینه ادرار چند چیز چک میشه، مثل حجم ادرار، رنگ ادرار، بوی ادرار، شفافیت ادرار و کثافت مخصوصی است. دیگه ادرار زیر میکروسکوپ معاینه میشه. در اینجا موجودات کرویات سفید خون در ادرار مطالعه میشه. موجودات کرویات سفید خون در ادرار، چون کرویات سفید خون مسئول مبارزه با میکروب است، بنابراین موجودات بیش از حد نرمال کرویات سفید ممکن به موجودات میکروب در ادرار دلالت کنند. در حالی که موجودات کرویات سرخ خون که بیشتر از حد نرمال باشه، این نشان دهنده آنتون طرق بولی، ممکن نشان دهنده سنگ طرق بولی یا نشان دهنده امراض گرده باشه
و بعض امراض تشوشات خون یا سرطان مثانه، سرطان پروستات و غیره هم میتونه در ادرار خون دیده شود. خب معاینات ادرار یکی معاینه دیپستیک است که معاینه لابراتوری است که اگر در او چیز دیده شود باز معاینات میکروسکوپی میکنن، و دیگه کلچر یا کشت ادرار است. خب کلچر یا کشت ادرار معاینه است که یک مقدار کم ادرار بر معاینه و ذره یا کلچر به لابراتوار روان میشه. اگر در ادرار باکتری وجود داشته باشه، در ظرف مخصوصی که به نام پتری دش یاد میشه، میکروب در وسط ذریه مخصوص کشت میشه و این رشد میکنه. خب کشت ادرار نوع باکتری را که باعث انتان طرق بولی شده نیز میتونه برای ما مشخص کنه. همچنان با این معاینه میتوان تعیین کرد که باکتری مقابل کدام انتیبیوتیکا حساس و مقابل کدام انتیبیوتیکا مقاوم است، که در تداوی و انتخاب انتیبیوتیک بسیار مفید است. معمولا 48 ساعت در بر میگیرد تا نتیجه این معاینه به دست بیاید. حالا میگیم که معاینه ادرار و کشت ادرار پیش کدام مریض ها اجرا میشه؟ پیش کسایی که بر اولین بار اعراض انتان طرق بولی یا یورینری تراکت انفکشن تجربه میکنن. دیگه پیش مریضایی که داکتر به میکروبی شدن گرده مشکوک باشه، یعنی پیلنفرایتیس. دیگه در حالاتی که مریض اعراض داشته باشه که برای انتان مثانه معمول نیستن، مثلا تو درد پروستات داشته باشه. دیگه پیش مریضایی که قبلا انتانات مقاوم مثانه داشتن، به این معنی که میکروبا با انتیبیوتیک های عادی یا انتیبیوتیک های استاندرد جواب نمیدن. دیگه پیش کسایی که با تازگی پیشان انتیبیوتیک با اهداف دیگه استفاده شده باشه، مثلا یک هفته، چند هفته یا یک ماه، دو ماه پیش پیشان انتیبیوتیک استفاده شده باشه. دیگه پیش اشخاصی که انتانات متکرر مثانه داشته باشه، پیش از اینا هم ایمانات جا میشه. دیگه پیش مریضایی که در ظرف 24 تا 48 ساعت بعد از شروع انتیبیوتیک شخص احساس بهبودی نکنه، هم ایمانات جا میشه. دیگه خانم که حامله باشه، بسیار مهم است پیش خانم های حامله. معاینات تصویری یا ایمیجینگ معمولا ضرورت نمیفته، مگر در حالاتی که دکتر معالج به انتان شدید گرده و یا بندش طرق بولی مشکوک باشه، که در صورت معاینات تصویری اجرا میشه که معمولا اولتراساوند یا دیگه معاینات تصویری میباشه. حالا کمی سر تداوی انتانات طرق بولی یا میکروبای طرق بولی گپ میزنیم. تداوی انتانات مثانه یا سیستایتیس یا بلادر انفکشن گپ میزنیم. این تداوی با انتیبیوتیک است. تداوی معمول انتان مثانه شامل یک کورس کوتاه انتیبیوتیک است. دوایی که معمولا استفاده میشه که نایترو فورانترین است که نام تجارتی از مکروبید است، و دیگه تریمتوپرام سلفر دایمتوکسازول که نام تجارتی از بکترم است، و دیگه دوایی به نام فاسفومایسین که نام تجارتی از مینرال است. این انتیبیوتیک ها را میتونیم پیش زنا و مردا استفاده بکنیم. در صورتی که میکروب مقاوم به یکی از انتیبیوتیک های که ذکر کردیم باشه، میتونیم از انتیبیوتیک های دیگه استفاده بکنیم. تداوی نظر به این که دکتر معالج کدام انتیبیوتیک تجویز میکنه، میتونه یک دوز واحد انتیبیوتیک برای یک روز باشه، یا کورس 3 روزه یا کورس 7 روزه انتیبیوتیک، نظر به مریضا فرق میکنه. حالا اگر نتیجه کلچر یا کشت ادرار منفی باشه و شخص اعراض انتان طرق بولی را داشته باشه، باید به علتهای دیگه درد، سوزش و تکرر ادرار فکر کنیم. به این حال در بعض حالات انتان طرق بولی ممکن توسط تعداد کم باکتری ایجاد شود که ممکن است در کلچر یا کشت معمولی ادرار ای تشخیص نشد. به می دلیل در بعض حالات ممکن دکتر معالج تصمیم بگیره که انتیبیوتیک ادامه بده حتی اگر نتیجه کشت منفی هم باشه. دلیلش همی است و اعراض مریض باید در ظرف 24 یا حد اکثر 48 ساعت بعد از شروع تداوی باید به طرف بهبودی بره. فوق العاده مهم است که حتی در صورت بهبود و از بین رفتن اعراض، کورس انتیبیوتیک به صورت مکمل گرفته شود تا میکروب به صورت کامل ریشه‌کن شده و از بین بره، و این کار باعث جلوگیری از به وجود آمدن انتانات مقاوم میشه. حالا اگر اعراض مرض 2 یا 3 روز
پس از شروع تداوی با آنتی بیوتیک بازم باقی مانده و از بین نره و یا در هر زمان اعراض بدتر شود، باید مریض به طور عاجل با دکتر معالج خود تماس بگیره. خب دوایی که برای تسکین درد ممکن استفاده بکنیم، در صورت ضرورت میتونیم از دوایی که مثانه و مجرای ادرار را بی‌حس میکنه، مثل فنازوپریدین که نام تجارتی از این پایریدیم است، استفاده کرد که میتونه به کاهش درد و سوزش در باز انتانات کمک بکنه. خب یک دوای دیگه هم وجود داره به نام یورستات که دوای اوور ده کانتر است یا دوای بدون نسخه است. این دوا میتونه رنگ ادرار را به صورت موقتی به رنگ نارنجی یا سرخ تغییر بده و ممکن لباس ها را لکه‌دار بسازه. و این دوا نباید بیشتر از 2 روز گرفته شود، زیرا ثابت نشده که گرفتن این دوا بیشتر از 2 روز کدام فایده داشته باشه. در صورت گرفتن این دوا به مدت طولانی تر، این دوا میتونه اعراض را که ممکن است ضرورت به تداوی متفاوت داشته باشه این را مخفی کنه. این دوا میکروب بولی را تداوی نمیکنه و برای تداوی عرضی باید همزمان با انتیبیوتیکا گرفته شود تا باکتری ها از بین بره. دیگه مسئله مایات. توصیه میشه که انگام تداوی انتانات مثانه مایات بیشتر نوشیده شود تا به تخلیه و خارج کردن باکتری ها از مثانه کمک بکنه. باید بگویم که در این زمینه هیچ مطالعه صورت نگرفته. همچنان هیچ تحقیق معتبر علمی در مورد استفاده از جوس و یا تابلت های کرانبری که مؤثریت از این در تداوی انتان مثانه نشان بده وجود نداره. به می دلیل استفاده از او در تداوی میکروب مثانه کدام مبنا و دلیل علمی نداره، اما استفاده از او به این هدف بین مردم بسیار معمول است. خب حالا که سر تداوی انتانات طرق بولی سفلی که حبزدیم، حالا تداوی انتانات طرق بولی علوی یا به صورت مشخص پایلونفرایتیس یا انتانی شدن گرده گپ میزنیم. تداوی مناسب و مطلوب برای انتان گرده مربوط به شدت حادثه میکروبی، حالت سی عمومی مریض و خطر منتن شدن با باکتریای مقاوم به انتیبیوتیک بستگی داره. بر تداوی پایلونفرایتیس یا مریض به صورت سراپا و در خانه تداوی میشه ایست که داخل بستر میشه. تداوی بیرون شفاخانه، تداوی در خانه، اگر تب و درد مریض خفیف باشه و شخص خورده و نوشیده بتانه، یعنی دلبدی و استفراغ نداشته باشه، یک کورس 5 تا در روزی انتیبیوتیک فمی یعنی از طریق دهن به مریض داده میشه. خب دوز اول انتیبیوتیک میتونیم در معاینه خانه یا کلینیک یا شفاخانه یا اتاق عاجل به صورت زرقی هم برای مریض بدیم و متباقیشه به صورت فمی یا از طریق دهن در خانه بگیره. اگر مریض 1 الی 2 روز پس از گرفتن انتیبیوتیک احساس بهبودی نکرد، باید به دکتر معالج خود فوراً اطلاع بده. اگر معاینه ادرار مریض نشان بده که باکتری که باعث انتان شده مقابل انتیبیوتیک تجویز شده مقاوم است، دکتر با مریض تماس گرفته و دوا را به انتیبیوتیک تبدیل میکنه که میکروب مقابل از حساس است. برای تب و درد میتونیم از دوای بدون نسخه مثل اسیتامینوفن که نام تجارتی از در کشورهای غربی در امریکا به نام تایلنول و در افغانستان و اروپا به نام پاراسیتامول استفاده کنیم. همچنان میتونیم از ایبوپروفن یا نام تجارتی ادویل یا موترین یا دیگه دوای نان استرویدال آنتی انفلاماتوری درگز یا دیگه دوای غیر استرویدی ضد التهابی هم استفاده بکنیم. و بسیار مهم است که اگر از دوای انسید که ایبوپروفن یا ادویل یا موترین یا ناپراکسن استفاده میکنیم، ای را با میدی خالی نگیریم. دیگه تداوی پایلونفرایتیس یا انتان گرده در شفاخانه. خب اگر مریض تو و درد شدید داشته و یا به دلیل دلبدی و استفراغ نتونه دوا، غذا و مایعات از طریق دهن بگیره، باید در شفاخانه بستری شده و برش انتیبیوتیک زرقی و مایع داخل وریدی یا IV یا انتروینس داده میشه. با شروع بهبودی وضع صحی به مریض اجازه داده میشه که به خانه بره و گرفتن انتیبیوتیکا را از طریق دهن در خانه ادامه بده. و بسیار مهم است که کورس انتیبیوتیک که عموما 5 تا 10 روز است باید به صورت مکمل گرفته شود تا از با وجود آمدن میکروبای مقاوم با
مقابل آنتیبیوتیکا جلوگیری شود. اکثرا زنان حامله که مبتلا به انتان گرده یا پایلونفرایتیس هستند در شفاخانه بستری شده و با آنتیبیوتیکای مناسب با مایعات داخل وردی تداوی میشن. در باره تداوی انتان طرق بولی یا یورینری ترکت انفکشن نزد زنان حامله ضرورت به یک بحث جداگانه است، برای که این بحث بسیار مهم است. امید صحبت مفید بوده باشه. روز و شب خوش برای همتان میخوایم. خدا حافظ و ناصرتان.